خیلی ها با رقصیدن با هم شاد میشن. بعضی ها تنهایی با خودشون کیف میکنن. یه عده ای دوره همی صفا میکنن. بعضی ها بدون موسیقی هم حتی این بالاهان. اما یه گروهی هم با قرصای شادی آور میدن اون بالا. خوشمون بیاد یا نه، قرصای اکستاسی یا MDMA واقعیت بعضی از مهمونی‌های امروزه. مرزم نمیشناسه. ماجرا توی ایران، انگلیس و سوئیس عین همه. قرص شادیاور تو همه کشورها غیر قانونیه. اما در عین حال در دسترس و قابل تهیه. اما توی سوئیس یه تفاوت خیلی مهم وجود داره. برخلاف ایران و انگلیس، اینجا سال هاست که کسی به خاطر مصرف اکستاسی جونش رو از دست نداده. چرا؟ اومدم به شهر زوریخ که جواب این سوال رو پیدا کنم. اینجا مردم دارن خودشون رو آماده میکنن برای بزن و برقص و تکنو پارتی امشب. امشب اینجا قراره 1,000,000 نفر جمع بشن تو این جشن بزرگی که داره در سوئیس به عنوان فستیوال خیابونی برگزار میشه. بین 100 تا غرفه‌ای که اینجا وجود داره، این غرفه جاییه که توش افرادی که میخوان اکستاسی مصرف کنن قرصشون رو میارن تا ببینن غیر از MDMA آیا مواد شیمیایی خطرناک دیگه ای هم تو قرصشون هست یا نه. خیلی وقتا برای بالا بردن وزن قرص موادی بهش میزنن که خیلی خطرناکه. اینجا ترکیبات ماده محرک رو به مصرف کننده میگن و براش دقیقاً توضیح میدن که مصرف این ماده چه پیامدهایی داره که اون بتونه تصمیم آگاهانه تری بگیره. MDMA یا کریستال یه ماده محرک توهمزاه. هم به صورت قرص فروخته میشه، هم به صورت پودر. اکستاسی فرد رو شادتر، عاطفی‌تر و پرحرف‌تر میکنه. رنگ و عمق تصاویر در نظر فرد بیشتر میشه. تمایل به رقص و تحرک هم همینطور. تحقیقات نشون داده که استفاده طولانی از این قرصها مشکلاتی برای حافظه به وجود میاره و ممکنه منجر به افسردگی و اضطراب بشه. به کلیه، کبد و قلب آسیب میزنه و برای افرادی که فشار خون، آسم و سر دارن بسیار خطرناکه. اینجا توی زوریخ بیشتر از 18 ساله که سازمان تامین اجتماعی مراکزی رو برای آزمایش مواد مخدر و محرک در نظر گرفته. از یکی از بنیانگذارای این طرح پرسیدم که آیا به نظرتون این طرح تا حالا موفق بوده؟ در دراز مدت ما به قشری از آدم ها دسترسی پیدا می کنیم که اگر این تست نبود، هرگز نمی تونستیم باهاشون وارد گفتگو بشیم. کسانی که میرن تو مهمونی و قرص میخورن، سرخوشن و اصلا تو حال و هوای اینکه بشینی راجع به مشکلات و پیامدهای تصمیماشون باشون صحبت کنی نیستن. ولی با آزمایش کردن قرص باهاشون سر صحبت رو در مورد موضوعی باز میکنیم که برای اونها هم جالبه. همزمان اطلاعات مهمی رو در مورد سلامتیشون بهشون میدیم. تا حالا شده یه قرص خیلی خطرناک یا کشنده به دستتون برسه؟ ما هر سال 2000 نمونه آزمایش می‌کنیم، هم در فستیوال‌ها هم روزانه در مرکزمون. همیشه مواد داریم که احتمال مرگ با مصرفش یا قطعیه یا خیلی بالاست. به خاطر کوکائینی که به قرص اضافه می‌کنن یا مواد افزودنی سمی ارزان‌تر دیگه. اخیراً یک سری قرص‌های اکستازی با دوز بالا به بازار اومده که خیلی خطرناکن. اکستازی‌هایی که 300 میلی گرم MDMA توشونه. این دوز MDMA برای سه مرد جوان 75 کیلویی هم زیاده. چرا؟ چون معمولاً برای نشته شدن 60 تا 80 گرم MDMA لازمه. بسته به وزن فرد داره. بذار اینطوری بگم. قرص 120 میلی گرمی حد اکثر دوزی که یه فرد 90 کیلویی میتونه مصرف کنه. اما خیلی از کسانی که قرص مصرف میکنن از 90 کیلوگرم لاغرترن. خیلی از کسایی که میخوان قرصشون رو تست کنن از طریق شبکه‌های اجتماعی از وجود این مرکز خبردار شدن. دفعه سومه که خودم میام اینجا. تازه به رفیقم هم گفتم اینجا مجانی قرص رو تست میکنن. من خودم واردم، نگاه کنم چشمی میفهمم چقدر باید بخورم. ولی اگه اینجا بهم بگن با این قرص اووردوز میکنی، خب نصف یا یه چهارمش رو میخورم. برای من جالبه که اصلا اسمتو نمیپرسن. اینجا هر کسی فقط یک شماره است.
بعدش باید با مشاور صحبت کنیم. مددکار ازت چند تا سوال میپرسه. مثلا اینکه آیا در حال حاضر ماده مخدر یا محرک مصرف میکنی؟ قرص رو کی میخوای بخوری؟ و توصیه میکنی که هیچ وقت دو ماده رو با هم مصرف نکنید. بعد مددکار توضیح میده که این تست نمیتونه پیش بینی کنه که بدن شما چطوری به این قرص واکنش نشون میده. قرص رو به یه داروساز تحویل میدید که ازش عکس میگیره و وزنش میکنه. ازتون میپرسه قرص رو آنلاین خریدین یا تو خیابون و قیمتش رو هم همینطور. معمولا یک چهارم قرص رو برای نمونه برمیدارن و بقیه‌اش رو همونجا به فرد تحویل میدن. پودرش میکنن. پودر رو در یک محلول ویژه حل میکنند. داخل این لوله های آزمایش میذارن و بعد نمونه رو میذارن در دستگاه اسپکترومتر. این دستگاه دقیقاً مشخص میکنه که چه موادی با چه غلظتی توی قرص هست. از کجا بفهمیم که قرص منجر به اووردوز یا بیش مصرفی میشه یا نه؟ باید نسبت وزن قرص به میلیگرم رو به وزن فرد به کیلوگرم حساب کنید. مثلا یه دختر 45 کیلویی هیچ وقت نباید قرصی رو بخوره که دوست پسر 75 کیلوییش میخوره. این دوز ممکن آسیبی به پسر نزنه ولی برای دختر کشنده باشه. برای هر 1 کیلو وزن اگه از 1.5 میلیگرم بیشتر قرص مصرف کنید اووردوز میکنید. چند تاش تو محدوده اووردوزه؟ تقریبا 80 خورده درصدشون. از 7 قرص 5 تاش اووردوز میده. اگه به آمار فستیوال پارسال هم نگاه کنید همینطور بوده. واقعیت اینه. این نتیجه تجزیه یکی از قرص‌های MDMA که یه ساعت پیش به این مرکز آوردن. این گراف نشون میده که تو این قرص خاص 257 میلی گرم MDMA وجود داره که در واقع تو رنج اووردوز قرار داره. بعد از اینکه نتیجه آماده شد، یه پزشک نتیجه رو براتون توضیح میده و میگه دقیقاً داخل قرص چیه و با مصرفش چه اتفاقی تو بدنتون میفته. اون وقت تصمیم با شخصه که قرص رو مصرف کنه، چقدرش رو مصرف کنه یا اصلاً بندازه دور. فکر کنم خیلی نکته مثبتی باشه، نکته جالبی باشه به علت اینکه با علاوه سیفتی خیلی بیشتر کمک میکنه، اطلاعات بهتون میده، میدونین چی داخل اون سابستنسی که میخواین مصرف کنین. مثلا این خیالتون راحت تره و بهتون آموزش میدن چطوری مصرفش کنین، اگه حالتون بد شد چیکار کنین. اما این طرح بسیار جنجال برانگیز و مخالف کم نداره. همینجا توی سوئیس هم فقط 3 شهر زوریخ، برن و بازل این طرح رو اجرایی کردن. مخالفاتون میگن شما با آموزش مصرف امن مواد جوانا رو تشویق میکنین که برن سمت مصرف این مواد. جواب شما چیه؟ اینطوری نیست. آمارهای سوئیس نشون میده که کسانی که برای اولین بار شروع به مصرف اکستازی میکنن بین 20 تا 22 سالشونه. اما میانگین سنی افرادی که قرصشون رو برای آزمایش به مرکز ما میارن بین 25 تا 27 سالشونه. یعنی قبل از اینکه به ما مراجعه کنن تجربه مصرف مواد رو داشتن. نوجوانها برای چک کردن قرص به مرکز ما نمیان و ما هم تشویقشون نمیکنیم. سیاست ما اینه که خیلی روشن در مورد خطرهای اکستازی حرف بزنیم. وقتی مواد مخدر یا محرک مصرف می‌کنید، همیشه خطر هست. اما این واقعیته که با وجود غیرقانونی بودن، مردم اکستازی مصرف می‌کنن و ما فقط می‌خوایم اونا سالم بمونن. اما سوئیس نه تنها تونسته آمار مرگ و میر ناشی از مصرف اکستازی رو به صفر برسونه، بلکه تونسته آسیب‌های ناشی از مصرف این قرص توهم‌زا رو به شدت کاهش بده. و این موفقیت کمی نیست.